به مجموعه خبری ساعت 6 خوش آمدید. سرخط خبرها. نابودسازی یک پناهگاه مشترک گروه داعش و شبکه حقانی در کابل. سه خانم است، دو مرد جسدش در داخل تعمیر مانده که هر پنج از اینا تا ساعت 8 صبح همراه ما جنگیده که با اسباب در آمده. موجودیت اسناد نزد حکومت درباره شکنجه و به دریا انداختن کارگران افغان از سوی مرزبانان ایران. یک تعداد اسناد ما را معلومات حاصل کردیم که هم به طرف ایران باقی مانده و هم علائم دیده شده که دریا اینا را به افغانستان برد. لتوکوب پزشکان از سوی پایوازان یک بیمار کووید 19 در شفاخانه افغان ژاپن. پنج افغان مغاز را در بودن بینید مشاور صاحب 3 نفره گرفته. وار کنه که در بکس دارن در فرقش در کلو یاش. فراهمسازی کمک های بهداشتی از سوی یک نهاد قطری و بازرگانان کشور و وزارت صحت عامه. و محدودیت های رفت و آمد و فاصله اجتماعی رمز موفقیت آلمان در مبارزه با کرونا. به نام خدا و درود بر شما. ریاست امنیت ملی از نابودی یک پناهگاه مشترک گروه داعش و شبکه حقانی خبر می دهد و می گوید که این پناهگاه در یک عملیات نظامی در ولسوالی شکردره نابود شد. ریاست امنیت ملی می گوید که در جریان عملیات نابودسازی این پناهگاه 3 زن و 2 مرد کشته شدند و 8 تن بازداشت شدند. ریاست امنیت ملی می گوید که این شبکه مشترک گروه داعش و شبکه حقانی در حمله موشکی بر مراسم سوگند رئیس جمهور، حمله بر عبادتگاه شهروندان سکه در کابل، حمله بر مصلی شهید مزاری و 2 حمله موشکی بر بگرام دست داشت. انیسه شهید گزارش می دهد. حویلی در منطقه کوچکن ولسوالی شکردره کابل که امنیت ملی میگوید یک پناهگاه مشترک گروه داعش و شبکه حقانی بر رهبری کسی به نام سناولا عضو داعش بوده است. نیروهای ویژه امنیت ملی سه شنبه شب بر این خانه حمله کردند. 3 زن و 2 مرد در این عملیات کشته شدند. 3 کودک 6 ماه و 4 ساله نیز در این خانه بودند که به شفاخانه برده شدند. 3 خانم است، 2 مرد جسدش داخل تعمیر مانده که هر پنج از اینا تا ساعت 8 صبح همراه ما جنگیده که با اسباب در آمدن. درگیری نیروهای امنیت ملی با مهاجمین ساعت 6 صبح پایان پیدا کرد، اما هنوز هم اجساد این مهاجمین در داخل خانه، در داخل، در بالا، در بام، در روی زینه از زنها 3 زن و 2 مرد وجود داره. این اتاقهایی است که تمام وسایل زنانه و لباسهای طفلانه هستند. تمام اتاقا زیر و رو شدند، آشپزخانه، تشناب و این اتاق که به خاطر که جسد است ما نمیخوایم در داخل اتاق بریم. درگیری پایان پیدا کرده و ساعت نزدیک به 4 است که این حویلی کاملا تصفیه شده. این شبکه حتی با هواپیمای بی سرنشین که برای برداشتن تصاویر و دریافت اطلاعات کار گرفته می شود مجهز بوده است. این گروه بود که تمام شهر کابل تحت پوشش خود قرار داده بود، مثل در تالیف ریاست جمهوری کندوخ شد و در مسجد مزوری شهید در سالگیریش و ده ها عملات دیگر از اینجا انجام داده بودند. از این زیر زمین این جنگ افزارها و پلیدهای موتر به دست آمدند. دفترچه یادداشتی که از اینجا به دستمان رسیده است، تاریخ انتقال جنگ افزارها را به این خانه در 2 سال گذشته نشان می‌دهد. از این حویلی مواد انفجاری به دست آمده که تمام از یا واسکت‌های خالی، ساچمه‌ها و
در داخل این بیرلا مواد انفجاری که اینا برای ساختن اسکتای انتحاری و برای ساختن بم هایی که ریموت کنترل هایش هم اینجا هستن کار می گرفتن. به گفته مسئولان امنیتی ظاهرا این مواد انفجاری و جنگ افزارها با یک موتر باربری و یک موتر خرد که در این خانه پیدا شده است انجام می شده است. خپل مهاله سیز ټیکسی وانی پانتونو هم بارله پانتونه ټیکسی کوم یک بشره مونږ دیده بودیم که از دکانا سودا میگرفت زیاتر از دکان بالا شیر میبرد میگم سوداش هم ندیده بودیم. امنیت ملی میگوید که دو عملیات دیگر نیز دیشب راه اندازی شده است که 8 تن از وابستگان به این شبکه مشترک داعش و حقانی را گرفتار کردند. نامزد وزیر امور خارجه از وجود مدارک درباره شکنجه و به دریا انداختن شماری از کارگران افغان از سوی نیروهای مرزی ایران خبر می‌دهد. محمد حنیف اتمر که همراه با وزیر مهاجران و مسئولان وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و امنیت ملی به سه کمیسیون مجلس نمایندگان فرا خوانده شده بود، می‌گوید که گفتگوهای تند با مقام‌های ایرانی در این باره داشته است. او می افزاید که یک هیئت مشترک کابل تهران این موضوع را بررسی خواهد کرد. مسعود انصار گزارش می دهد. چندین تن از مسئولان حکومتی برای پاسخگویی درباره شکنجه و به دریا انداختن شماری از افغانان در ایران به تالار نشست های مجلس نمایندگان فرا خوانده شدند. توقع کمی است که ما و مردم افغانستان از شما داشتند که در روز اول سفیر احضار میکردیم به وزارت خارجه و مردم میگفتین که این قضیه برای ما مهم بود. بابا ایران هیچ وقت امرای ما صادقانه نبودن. امی خط مشو خود مشخص کنیم. دولت افغانستان علی دولت ایران و ملل متحد و محکمه بین المللی شکایت و اقامه دعوای رسمی خود ثبت کنند. نامزد وزیر امور خارجه میگوید که پس از بحث های تند با مقام های ایرانی آنان پذیرفتند که تا چگونگی این رویداد از سوی هیئت مشترک کابل و تهران بررسی شود. در داور هم ای بوده که یک تعداد اجساد ما را معلومات حاصل کردیم که هم به طرف ایران باقی مانده و هم علائم دیده شده که دریا اینا را به ترکمنستان بردن. مامورین مرزی ایران تا اکنون این موضوع را تکذیب بکنند، یعنی ما این کار انجام ندادیم، ولی خب شاهدی که در اینجا وجود داره، افرادی که بالاخره زنده پیدا شدن، یعنی برگشتن، اینا خب مشخص است. در همین حال ریاست امنیت ملی از پشتیبانی ایران از مخالفان مصالح دولت سخن میزند. در قسمت اکمال سلاح و تجهیزات گفتین، ما یک مورد گفتم، تنها نیست، کلاشنکوف هم است، دوربین هم است. اما شماری از اعضای مجلس با انتقاد تند از مسئولان حکومتی آنان را به همکاری با ایران متهم میسازند. ایران میفهمد که نوکران قوی تر از این حاکم ها داره در افغانستان، میفهمد که بوجه های دولت در ارض میایم افتاد. مردم ما هر روز در ایران توهین میشن، تحقیر میشن، شکنجه میشن و در نهایتش کشته میشن. ما میتونیم چشم فرو ببندیم در مورد این مسئله؟ مسئولان حکومتی بی پروایی را در برابر این رویداد رد میکنند. به نفع هیچ کشوری جز منفعت افغانستان کار نخواهد کردم. چی وظیفه داشته باشم چی نداشته باشم. من امرای همکارای کابینی خود مستقیما کار خود کردم که در این مورد گزارش هماهنگ و تایید شده دارم و حدودی که امکان داره خدمتتان برسم. حکومت افغانستان میگوید که مرزبانان ایرانی هفته گذشته بیش از 50 کارگر افغان را شکنجه کردند و یا هم به دریا انداختند که تاکنون جسد 16 تن پیدا شده و در حدود 20 تن دیگر ناپدید هستند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور به حدود 3400 تن رسید. وزارت صحت عامه میگوید که در 24 ساعت گذشته 168 رویداد تازه ویروس کرونا در کشور ثبت شدند و نیز 9 بیمار کووید 19 جان باختند، اما 37 بیمار دیگر شفایاب شدند. در همین حال پایوازان یک بیمار امروز پس از آن شماری از پزشکان را به شدت لتوکوب کردند که این بیمار در اتاق عاجل از شدت بیماری جان باخت. در این باره هم مسعود انصار گزارش می دهد.
پایوازان یک بیماری کووید 19 در شفاخانه افغان ژاپن شمار از پزشکان را لتکوب کردند. معین وزارت صحت عامه میگوید که پایوازان این بیمار هنگام پزشک را لتکوب کردند که این پزشکان مشغول درمان این بیمار بودند. در مرحله‌ای که دکتر ما، نرس و پرسنل صحی ما جان خود به کف دست گرفته، حاضر آمده قربانی هست تا صحت و سلامت شهروند خود حفظ کنه، ای برخورد موجب تضعیف روحی دکتر میشه، ای برخورد موجب بسته شدن شفاخانه ها میشه. اما پایوازان این بیمار نخواستند درباره این رویداد چیزی بگویند. اینجا قانمقه ها شده اگواده میده که مشاور صاحب سه نفره گرفتن وار کردن که بک زدن در فرقش در کلوی هاش. اما در اینجا گورستان 500 فامیلی کابال بسم الله همراه با هفتن دیگر از دوستانش گورکنی میکنن. او میگوید که به علت مبتلا نشدن به ویروس کرونا جسدهای بیماران کووید 19 را دفن نمی کنند. شما بگیری قبر بکنی، پدر ما کرولا داره. ما گفتم پدر، گفتن گفتم ما اینجا حکومت مرا گفته که کرولایی را دفن نکنی. شاه محمود اینجا در گورستان شهدای صالحین از 25 سال به این سو گورکنی می کند. شاه محمود میگوید که کارش همانند گذشته عادی است، اما بیکاری و ناداری مردم بر دستمزد آنان اثر بد گذاشته است. به تازگی یک بیمار کووید 19 را دفن کرده است. یک سیاسر آورد که 80 سال عمر داشت، او را به این شکل دوا پاشی و چیزا کرد. ما او را دفن کردیم و کده دو چار گردش گشتیم. ما شنگیم از او تقریبا 20 روز تیه شد. حتی از او از پیش ما زنگ میزد سوال میکرد که شما چطور هستی؟ گفتیم ما ساعت مانه تا 4-15 روز زنگ زد. اما وزارت صحت عامه میگوید که کسانی که به علت بیماری کووید 19 جان میدهند، جسد آنان ضد عفونی میشوند. جسد به صورت نرمال دفن کنند. جای نگرانی و ترس نیست، اما از ایجاد تجمعات حول جسد و محل تدفین و در مراسم جنازه و فاتحه جلوگیری جدی صورت. تا کنون 3392 تن به بیماری کووید 19 در کشور گرفتار شدند که از این میان 104 بیمار جان باختند. یک نهاد خیریه قطری و بازرگانان افغان در چین به ارزش بیش از 2 میلیون دلار ماشین‌های پزشکی، وسایل بهداشتی و دارو به وزارت صحت عامه کمک کردند. از این میان بنیاد خیریه الغرافه قطر که به ارزش 1 میلیون دلار ماشین‌های پزشکی و وسایل بهداشتی به وزارت صحت عامه کمک کرده است، میگوید که در آینده نزدیک روند ساخت یک شفاخانه عصری را در فرا آغاز می‌کند. فریدالله محمدی گزارش می‌دهد. بنیاد خیریه الغرافه قطر برای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان ماشین‌های پزشکی، کیت‌های تشخیصی ویروس کرونا و دارو به وزارت صحت عامه کمک کرد. بنیاد الغرافه می‌گوید که ارزش کمک‌ها به 1,038,000 دلار می‌رسد. We are working here since last 7 years. ما از 7 سال به این سو در بخش‌های گوناگون آموزشی، بهداشتی، کشاورزی، حفاظت از حیات وحش و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان کار می‌کنیم. وزارت صحت عامه کمک این وسایل را برای تقویت مبارزه با ویروس کرونا در کشور سودمند می‌داند. مشتم راسته که تو مش خپل د تست ظرفیت تر دینه زیات کو. اگر اون ناروغان چه پروختون که بستر دی دوی تشخیص درملنی خدمات تر دینه چه زیاد کو. در همین حال بنیاد خیریه الغرافه میگوید که یک شفاخانه مجهز را در فرا خواهد ساخت. این نهاد از کمک مواد غذایی به 4000 خانواده در کشور نیز خبر میدهد. We will do more support. در آینده ما کمک‌های بیشتر فراهم خواهیم ساخت. از جمله سروی ساخت یک شفاخانه عصری در فرا ادامه دارد. در همین حال بازرگانان افغانستان که در چین حضور دارند با ارزش 1 میلیون دلار وسایل گوناگون پزشکی را برای مبارزه با ویروس کرونا به وزارت صحت عامه کمک کردند. کی بسته شامل 5000 کتایش تشخیصی است، 1000 ماسک طبی است، 200 پایه ترمومتر است، 3100 پایه محافظ شیشه‌ای صورت است و همچنین 2000 پایه عینک مخصوص برای اطباء و دکترها است. در کشوری که منبع یا منبع گسترش کرونا بود با او احساس پاک خود، امروز مردم افغانستان یاری کردند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که افزون بر این کمک‌ها تا کنون به ارزش نزدیک به 30 میلیون دلار بازرگانان در ولایت‌های گوناگون کشور بسته‌های مواد غذایی را به نیازمندان کمک کردند. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که طالبان و حکومت افغانستان به تعهداتشان برای کاهش خشونت‌ها عمل نمی‌کنند. مارک اسپر میگوید که مهمترین کاری که طالبان در اوضاع کنونی انجام داده میتوانند کاهش خشونت هاست. رئیس پنتاگون از رهبری سیاسی افغانستان میخواهد تا برای آغاز گفتگوها با طالبان طرح را آماده بسازند. زهرا رحیمی گزارش میدهد. در حالی که ایالات متحده انتظار داشت تا پس از امضای توافقنامه صلح میان واشنگتن و طالبان میزان خشونت ها در افغانستان تا 80% کاهش یابد، اما وزیر دفاع ایالات متحده ادامه خشونت ها را در افغانستان نگران کننده میداند. ما بر بنیاد آنچه که توافق کرده ایم پشتیبانی از همکاران افغانمان را در هنگامی که آنان آماده حمله قرار گیرند ادامه می دهیم. اما همزمان با آن ما می توانیم نیروهایمان را به 8600 تن کاهش دهیم. ما کارهایمان را انجام می دهیم تا در عملی نساختن تعهدمان مقصر پنداشته نشویم. وزیر دفاع ایالات متحده در حالی که از ادامه روند مبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان استقبال می‌کند، می‌گوید که تمرکز اصلی واشنگتن بر کشانیدن دو طرف بر میز مذاکرات میان افغانان است. رهبری سیاسی افغانستان نیاز دارد که به نتیجه برسد، طرح را بسازد که توسط آن رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله با هم کار کرده بتوانند. بر بنیاد این طرح تیم مذاکره را تشکیل دهند و برای آغاز مذاکرات میان افغانان با هم بنشینند. این مسائل کلیدی هستند. ما به سوی این نقطه می رویم و در حال پیشرفت هستیم. این مقام بلندپایه آمریکایی در حالی از عملی نشدن تعهدات طالبان و حکومت افغانستان برای کاهش خشونت‌های ابراز ناخشنودی می‌کند که هم‌اکنون در نیمی از ولایت‌های کشور دامنه جنگ با گذشت هر روز گسترش می‌یابند. با تأسف چالش اصلی ادامه خشونت‌ها از طرف گروه طالبان به این پروسه است. طالبان خواست جامعه جهانی را مردم افغانستان بر آتش بس و برقراری صلح با تأسف هنوز نپذیرفتند. برخی از آمارها نشان می‌دهند که طالبان پس از امضای توافقنامه صلح با آمریکا بیش از 4000 حمله را در افغانستان انجام دادند. این گروه گفته است که توافقنامه صلح این گروه با آمریکا تنها مربوط به توقف حمله‌هایشان بر نیروهای خارجی است، نه نیروهای دولتی افغانستان. ادامه خبرها. آلمان از کشورهایی است که در مبارزه با ویروس کرونا کامیاب گفته می شود. مقام های این کشور گرفتن تدابیر را در زمان مناسب به ویژه وضع مقررات و فاصله اجتماعی را از علت های اصلی این کامیابی می دانند. شمار بزرگی از مردم آلمان هم برای تشخیص ویروس کرونا آزمایش شدند و این کار از گسترش ویروس جلوگیری کرده است. قرار است که به زودی بخش هایی از این کشور بازگشایی شوند. در آلمان در روزهای اخیر هم از 40 تا 200 مرگ برخواسته از ویروس کرونا ثبت شده است، اما مراعات کردن فاصله اجتماعی، کارگیری ماسک و گوش دادن به توصیه های دیگر پزشکان سبب شدند که میزان انتقال ویروس کرونا در آلمان 0.7% باشد. ما با هم در این نبرد جنگیدیم و اگر همین گونه ادامه دهیم شمار رویدادها پایین خواهد ماند. اما باید هوشیار باشیم و فاصله اجتماعی را رعایت کنیم. فاصله اجتماعی بخش از زندگی روزمره ما خواهد بود و از گسترش ویروس جلوگیری خواهد گردید. یکی از علتهای کامیابی آلمان در برابر ویروس کرونا آزمایش شمار بزرگی از مردم این کشور گفته می شود. این کار سبب شد که از گسترش ویروس کرونا به افراد بیشتر جلوگیری شود. تلاش ها برای افزایش ظرفیت آزمایش ادامه دارند. برای گرفتن یک تصویر روشن از اوضاع آلمان این یک نیاز است. از آغاز آزمایش در آلمان تا هفته 17 در حدود 2.4 میلیون آزمایش انجام شدند که 7.2% آنها مثبت بودند.
آلمان در حدود 163 هزار رویداد مثبت ویروس کرونا و نزدیک به 7 هزار مرگ برخواسته از این ویروس را ثبت کرده است. اما اکنون این کشور در حال بازگشایی است و از ماه روان لیگ برتر فوتبال آلمان از سر گرفته خواهد شد. باز هم خوش آمدید. افزایش هزینه ها و کاهش درآمدهای حکومت به علت گسترش ویروس کرونا کسر بودجه ملی را بیش از 20 برابر افزایش داده است. کسر بودجه ملی که در نخست بیش از 12 میلیارد افغانی پیش بینی شده بود، سپس به بیش از 2 میلیارد افغانی کاهش یافت، اما در نهایت در پی گسترش ویروس کرونا به 48 میلیارد افغانی افزایش یافته است. وزارت مالیه میگوید که با جلب کمک‌های بیشتر و گرفتن قرضه‌ها این کسر از میان خواهد رفت. حیدرشاه امید گزارش می‌دهد. حکومت افغانستان با کسر بودجه کنونی برای برنامه‌ها و پروژه‌های گوناگون که 48 میلیارد افغانی هزینه برمی‌دارند، هیچ پول در دسترس ندارد. اما وزارت مالیه میگوید که ممکن است حکومت افغانستان حتی بیش از آنچه که امسال هزینه می‌کند، پول به دست بیاورد. از اینکه کمک‌های بین‌المللی تعهد شده، قرضه سهل IMF داریم و در برابر تعهدات از بانک جهانی کمک‌های زیادی را در جریان سال به دست خواهیم آورد، باعث از این میشه که ما بتانیم کسر بودجه را پوشش بدیم و حتی در صورت امکان مازاد بودجه خواهیم داشت. یکی از گزینه‌های وزارت مالیه برای از میان بردن کسر بودجه گرفتن قرضه از صندوق جهانی پول است که درخواست تایید آن را به مجلس نمایندگان نیز فرستاده است. نگرانی‌های حکومت ما می‌دانیم، ولیکن در دراز مدت اخذ قرضه از کشورها وابستگی مالی ما را بیشتر می‌سازد. سقف بودجه و همزمان با آن کسر بودجه پس از آوردن تعدیلات در بودجه و آماده سازی بسته مالی بیش از 1 میلیارد دلاری حکومت برای مبارزه با ویروس و کرونا افزایش یافت. بسته مالی که سقف بودجه ملی را از 428 میلیارد افغانی به بیش از 449 میلیارد افغانی افزایش داده است. چیزی که بسیار لازم است در این وضعیت اضطراری، مصارف غیر ضروری و مصارفی که ایجاب نمی کنه باید دولت ابا بورزه. کاهش درآمدهای حکومت نیز باعث افزایش کسر بودجه شده است. بر بنیاد سند بودجه ملی، حکومت افغانستان امسال قرار بود بیش از 208 میلیارد افغانی گردآوری کند، اما پس از گسترش ویروس کرونا وزارت مالیه اکنون میگوید که درآمدهای امسال حکومت 175 میلیارد افغانی خواهد بود. و این هم نرخ شماری از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. 76 افغانی و 20 پول، 1 یورو 81 افغانی و 80 پول، 1 درهم امارات 19 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 900 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 477 افغانی. ممنون که با خبر شش بودید. خدا نگهدار.